بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام. لکچر بعدی از مضمون یورولوژی سمستر دهم به صورت آنلاین خدمت شما تقدیم میشه. عنوان درس هست اعراض و علائم سیستم بولی. خب یک تعداد اعراض و علائم معمولی هست در سیستم بولی یا یورینری سیستم که شامل تب، کاهش وزن، بیحالی و درد هست. تب در چی نوع مواقع میتونه پیش مریضا پیدا بشه؟ یکی در انتانات هست. انتانات میتونه که تعیین محل انتانه، تب میتونه تعیین محل انتانه در خود سیستم بولی مشخص بکنه. مثلا در سیستیت حاد یا التهاب مثانه به صورت حاد میتونه بدون تب باشه، در صورتی میتونه سایر اعراض مثل دیسیوری داشته باشه. همچنین اعراضی که میتونه باعث تب در سیستم بولی بشه یک پیلونیفریت حاد است و پروستاتیت حاد که میتونه با تب بالای حدود 40 درجه همراه باشه. دیگه تب میتونه در تومورها هم نزد مریض ها دیده بشه یا امراض کارسینوماتوس که میتونه تب تا حدود 39 درجه نزد مریض ها بالا بره، کارسینوماهایی که در سیستم بولی وجود داره. همچنین عرض دیگه کاهش وزن هست. معمولا کاهش وزن در امراض سیستم بولی بیشتر در مراحل پیشرفته تومورهای سیستم بولی میتونه کاهش وزن ایجاد بشه، مثل دیگه سیستم ها که همیشه تومورها باعث کاهش وزن بشن. و همچنین در عدم کفایه کلیه به صورت مزمن هم میتونه کاهش وزن نزد مریضا پیدا بشه. عرض بعدی بیحالی هست. بیحالی بیشتر در تومورها دیده میشه. تومورها معمولا میفهمید که با حجرات تومورال، با حجرات نورمال در مصرف مواد مغذی در رقابت هستند و بیشتر مواد مغذی حجرات تومورال مصرف میکنند. در این صورت باعث بیحالی و کاهش وزن این چیزا میشن. همچنین در پیلونفریت حاد هم میتونه که بیحالی نزد مریض موجود باشه و در عدم کفای کلیه به صورت مزمن هم بیحالی و کسالت نزد مریض موجود هست. دیگه عرض عبارت از درد یا پین هست. درد معمولا در سیستم بولی به دو شکل، یکی دردهای موضعی یا لوکال هست و دردهای انتشاری یا ریفرد پین هست. خب دردهای موضعی معمولا دردهای کلیوی به صورت موضعی هستن، اگرچه گاهی انتشار دارن، ولی به صورت موضعی میتونن در فلنگ ایجاد درد بکنن، پهلو، در قدام هم شما میبینین. اینها میتونن درد موضعی ایجاد بکنن و همچنین درد کلیه بیشتر در نهی کاستو ورتبرال انگل یا زاویه ضلعی فقری هم میتونه که احساس بشه. اینجا زاویه ضلعی فقری هست، آخرین ضلع یا ضلع 12 که به فقره مربوطی خواصل میشه، اینجا یک زاویه یا انگل میسازه که به نام کاستو ورتبرال انگل یاد میشه. در این نهی هم درد کلیه احساس میشه. دیگه دردهای موضعی میتونه دردهای خوشیوی باشه که بیشتر در اسکروتوم موقعیت دارن، توازو دارن و اکثرا انتشار ندارن. دیگه دردهای انتشاری چیگونه دردهای هست؟ دردهای انتشاری برات از رینال کولیک هستند. رینال کولیک ها معمولا با درد شدید در نهی خوشیه انتشار دارن به طرف خوشیه. ای دردها اینجا وقتی درد رینال کولیک ایجاد میشه در کشاله ران، ناحیه گروین و همچنین تا خوشیه میتونه امتداد پیدا بکنه. همچنین دلیلی که سبب انتشار همچنین درد ها میشه عصبدهی مشترک بین این اعضا هست. دیگه اوصاف درد کلیوی چگونه هست؟ معمولا همونطور که گفتیم درد کلیوی در زاویه ضلعی فقری بیشتر احساس میشه یا کاستو ورتبرال انگل، همچنین در خارج عضله پسواس و همچنین تحت ضلع 12 در این ناحیه، زیر ضلع 12 دردهای کلیوی معمولا در این ناحیه پیدا میشن. گاهی انتشار با عبارات حرقفی به طرف سره دارند. اینجا که سره در نظر بگیرین، گاهی در دردهای کلیوی انتشار در ناحیه سره و در رینال کولیک ها از باعث انسداد قسمت یوریترو پلویک جنکشن میتونه دردهای کلیوی انتشار بکنه در قسمت
حفره هردفی، همچنین تاب گران. درد کلیوی بیشتر به علت کشیده شدن کپسول کلیویه. چگونه کشیده میشه؟ در پیلونفریت حاد، زمانی که گرده یا کلیه متورم میشه، از اثر التهاب کپسول کلیوی کشیده میشه یا کش میشه در اثر اوزیمایی که ایجاد میشه در پیلونفریت. در هایدرونفروز به علت جمع شدن آب در سیستم ادراکی کلیه، باعث بزرگ شدن خود کلیه و کشیده شدن کپسول کلیه میشه. کشیده شدن از کپسول کلیه باعث درد میشه. به چی دلیل؟ به علت موجودیت نهایات عصبی وافری که در خود کپسول کلیوی موجود هست، میتونه که درد در خود کپسول کلیوی ایجاد بشه. امراضی که در کلیه فاقد درد هستن یعنی که امراض کانسروز هستن، چون کانسرها یا تومورها به صورت بتی روش میکنن و به صورت بتی باعث کشیده شدن کپسول کلیه میشن، کمتر درد میتونن ایجاد میکنن. پیلونفریت های مزمن هم با کمترین درد ایجاد میکنن یا درد دادن سنگ های شاخ گوزنی یا استاگ هارن استون که در خود کلیه ها ایجاد میشه که بعدا تصویری شما خواهد ببینید نشان بدون به شما، میتونه بدون درد باشه، چون این سنگ ها اکثرا باعث هایدرونفروز نمیشن. توبرکولوز کلیوی هم فاقد درد هست و همچنین پولیکیستی کیدنی ها، چون پولیکیستی کیدنی ها اکثرا از جمله امراض ایرسی در سیستم باولی هست، اینا هم نسبت یکی کشت از اینا به صورت بتی و بسیار سیر بتی داره در بزرگ شدن، اینا هم باعث کشیده شدن آنچنان کپسول کلیوی در به صورت حاد نمیشن و سبب درد نمیشن. همچنین انسدادهای مزمن، انسداد های مزمن تعریفی بشه، اگه بعضی کتاب ها میگن انسدادی که در سیستم باولی ایجاد میشه اگر یک باخ از اوتیر بشه مزمن میشه، و در بعضی لیتراتور ها گفته شده که حدود 3 ماه که از انسداد تیر بشه میشه انسداد مزمن. خب اوصاف درد مثانی یا یوریدری بلادر پین چی هست؟ بیشتر در احتباس ادرار این درد ها به وجود میاد، یا بند شدن ادرار، توقف ادرار در مثانه. بیشتر درد نهیه سوپراپوبیک ایجاد میکنن اینها، در این نهیه سبب درد سوپراپوبیک میشن، و همچنین درد در انتهای اهلیل در انتانات مثانی، درد سوزیشی در انتهای اهلیل ایجاد میکنن در نهیه. همچنین درد در پروستات که هست، پروستاتیت حاد، درد در نهیه ایجان یا پرینیوم احساس میشه، مسافه که بین مقعد و خصیه هست. پروستات هم این هست و درد از این بیشتر در نهیه ایجان یا پرینیوم احساس میشه که توامیت داره با سوزش ادرار یا دیسیوری، تکرر ادرار و یا فریکونسی و فوریت ادرار یا ارجنسی. درد در خصیه ها چی وصفه داره؟ در چی زمانه به وجود میه؟ در تروماهای خصیه درد میتونه ایجاد بشه، همچنین در التهابات یا ارشید و اپیدیدیمیت ها میتونن در ایجاد بشن. در تدور خصیه که تصویر رو در اینجا داریم، تدور خصیه هم باعث درد میشه. همچنین واریکوسل یا بزرگ شدن وریدهای خود پامپینیفورم یا وریدهای خود خصیه در صورت بزرگ میشن و خون در داخل زیاد جمع میشه، میتونه سبب درد بشه. درد در خصیه اکثرا موضعیه و گاه انتشار در طول تناب اسپرماتیک داره. تناب اسپرماتیک از حفره، از فوهه مقبنی یا از کانال مقبنی عبور میکنه، از فوهه خارجی و بعد داخل اسپرم میشه. گاه وقتا دردهایی که مربوط به خصیه هست از طریق خود تناب اسپرماتیک انتشار میکنه به حفرات حرقفی، همان طرفی که معوفیت داره. خب امراض فاقد دردی که در خصیه موجود هست، یکی هایدروسل یا تجمع مایع در داخل سفن به صورت اسیپتیک یا غیر انتنی یا استریل هست. اسپرماتوسل ها هستند که بدون درد هستند و همچنین تومور هم اکثرا بدون درد میشه در خود خصیه ها. درد در بربخ یا اپیدیدیمیت یا اپیدیدیمس میخوشین چی اوصافی داره؟ در چی حالت های به وجود میه؟ در اپیدیدیمایتیس یا التهاب حاد خود اپیدیدیم ایجاد میشه، درد دارن و اکثرا این درد انتشار داره از طریق واز دیفرنس به طرف کجا؟ نهیه گراین و همچنین خلف مثانه. اعراض هضمی که با
اعراض بولی توأمیت یا همراهی دارن، یکی توسع بطن. اکثر مریضا با درد بطن، مثلا مریض پیلونفرین درد بطن داره و احساس توسع در بطن میکنه، همچنین دلبدی هم نزد این مریضا ایجاد میشه. علت ای اعراض هضمی مربوط میشه به رفلکس های کلیوی مایی بیشتر، که این رفلکس ها باعث اعراض هضمی در نزد مریض ها میشن. همچنین از طریق مجاورت کلیه ها مجاورت داره با اعضای داخل پریتونی، میتونه که اعراض چیز به وجود بیاره، اعراض هضمی رو، همچنین اتصال که قسمت قدمی کلیه ها با پریتوان داره میتونه که باعث تخریش پریتوان یا درد در ناحیه پریتوان بشه و تحریک پریتوان رو سبب بشه. اعراض مربوط به ادرار کردن، زمانی که فرد ادرار بکنه، چی در نزد خانم ها چی در نزد مرد ها، یک تعداد در امراض سیستم بولی وجود داره که باعث آزار و اذیت مریض ها میشه، که از جمله یکی تکرر ادرار یا فریکونسی هست. دفعات طبیعی ادرار در 24 ساعت حدود 5 تا 6 بار هست. اگر از این اضافتر بشه میشه فرکانسی یا تکرر ادرار. اسباب چیه؟ ریزیجوال یورین یا باقی ماندن ادرار. در چه نوع امراض ادرار در مثانه باقی میمانه؟ در ابستراکشن های بعد از مثانه، یا مقاومت احلیل، یا بزرگی پروستاد، یا تنگی احلیل در برابر خروج ادرار، میتونه که ریزیجوال یورین سبب بشه. مریض ادرار میکنه، بعد از اینکه از دستشویی بیرون میشه باز هم احساس ادرار داره. یکی از اسباب تکرار ادرار همین ریزیجوال یورین هست. دیگه سیستیت یا التهاب حاد مثانه میتونه باعث تکرار ادرار بشه. کاهش ظرفیت مثانه در امراض انتانی میتونه که سبب فیبروز مثانه یا کاهش کشش عضلات مثانی بشه و ظرفیت مثانه رو پایین بیاره و سبب تکرار ادرار بشه. همچنین علل عصبی و همچنین پی اش ادرار که بالاتر یا پایینتر از حد معمول باشه. دیگر از مربوط به ادرار کردن، ادرار شبانه یا نوکتوریا هست. ادرار شبانه چی هست؟ مریض در شب زیاد بیرون میشه، حتی چندین بار از بستر میخیزه، از خواب بیدار میشه و طرف دستشویی برای ادرار کردن میره. اسباب چی هست؟ امراض کلیوی هست. چی نوع امراضی؟ امراضی که نمیتونن ادرار رو تقلیز بکنن، مثلا در مرض دیابت، مصرف بیش از حد مایعات هنگام شب، مریض بعد از غروب یا هنگام غروب یا وقت خواب مقدار قهوه یا نوشیدنی های الکلی می نوشن، این افراد هم تکرار ادرار پیدا میکنن. همچنین عدم کفایه قلبی و وریدهای واریسی که در جریان روز قسمتی از مایات عضویت در وریس های واریدی و یا در اثر عدم کفایه قلبی در اطراف سفلی تجمع میکنه و وقتی مریض با بستر میایه میخوابه، این مایات دوباره پخش میشه در عضویت از طرف کلیه ها فیلتر میشه و تولید ادرار میکنه. ادرار شبانه بیشتر همین اسبابش هست. دیگه فوریت ادرار یا ارجنسی از جمله اعراضی که مربوط به ادرار کردن هست. ارجنسی هست. ارجنسی چیه؟ عدم توانایی در تأخیر نمودن ادرار. مریض ادرار میگیره و نمیتونه ادرار خوب تأخیر بندازه و احساس شدید ادرار کردن و مریض وادار میکنه که هرچی عاجلتر خود برسانه طرف دستشویی، که در این مسیر احتمال داره که مریض ادرار خود به صورت غیر ارادی نگه داشته نتونه و ادرار لباس های مریض رو تر بکنه. اسباب بیشتر در سیستیت یا التهاب حاد مثانه موجود نمیشه. دیگه سوزش ادرار یا دیسیوریا هست. دیسیوریا عبارت از درد سوزشی در قسمت انتهایی احلیل هست، بیشتر در التهاب حاد مثانه، التهاب حاد احلیل و یا التهاب حاد پروستات یا پروستاتیت، اکات پروستاتیت، پروستاتایتس دیده شده. معمولا سوزش ادرار از جمله اولین اعراضی هست که در انتانات سیستم بولی دیده میشه، که همراه یا توأم است با تکرر و فوریت ادرار. شب ادراری یا انیوریزس عبارت از ترنه بودن بستر در زمان خواب هست. مریض به صورت بیخودی بستر خواب خود را تر میکنه، که به این اصطلاح میگن انیوریزس. اسباب چی هست؟ اسباب وظیفوی هست.
بیشتر انیوریزیس ها در حد اکثر در نزد اطفال تا سن 3 سالگی و بعضی کتاب هم تا 6 سالگی میگن نرماله و بعد از این بعد که اسباب از او دریافت بشه و نزد مریض تداوی بشه. که گفتیم اسباب از او یکی وظیفوی هست، یکی تأخیر نموی عصبی عصلی عزلی یورترو ویزیکال هست در نزد اطفال که تأخیر در رشد و نموی عصبی عزلی خود یوریترو ویزیکال نزد اینا ایجاد میشه یا خود عضلات دیترسور در نحیه مجرای خروجی مثانه ایجاد میشه، تأخیر در رشد عضلات دیترسور ایجاد میشه، نزد این مریض ها میتونه که انیوریزیس موجود باشه. همچنین امراض ارگانیک میتونه باعث انیوریزیس بشه، التهابات میتونه باعث انیوریزیس بشه و تزایق دستل احلیل در نزد اطفال دختر و دسامات احلیل خلفی در نزد اطفال پسر میتونه که سبب انیوریزیس بشه. دیگه اعراضی که ناشی از انسداد خروجی مثانه هست، یکی از او تأخیر در شروع ادرار کردن یا هیسیتانسی است. هیسیتانسی به حالتی گفته میشه که مریض وقتی به دستشویی میشینه بعد انتظار بکشه برای چند ثانیه تا ادرار مریض تخلیه بشه و یکی از اعراض مرضی بولی هست. افزایش شدت انسداد در خود اوتلت مثانه یا بعد از مثانه، هر قدر که افزایش شدت انسداد موجود باشه میتونه افزایش در تأخیر یا در هسیتانسی پیش مریض موجود باشه. دخامه پروستات از جمله اسباب خود هیستانسی هست یا بی پی ایچ و همچنین تزیقات یا انسدادهایی که در احلیل موجود هست. دوم، کاهش فشار و قطر جریان ادرار. مقاومت احلیل باعث کاهش فشار در ادرار میشه. در تنگی های احلیل در بی پی ایچ یا بزرگی پروستات بتونه که کاهش فشار و قطر جریان ادرار نزد مریض به وجود بیایه. آنچه که شما در این تصویر می‌بینیم یک تصویر رتروگراد یوریتروگرافی هست که تنگی در مسیر احلیل بعد از پروستات دیده شده، طریق تنگی احلیل ممبرانوس هست تقریبا در اینجا. این طرف احلیل پروستاتیک هست تا به مثانه میرسه و این طرف هم احلیل پینیل انسداد یا استنازی در این نحیه موجوده که میتونه باعث کاهش قطر و جریان فشار ادرار بشه. حد نرمال جریان ادرار 20 سی سی در ثانیه هست. کمتر از 20 سی سی میتونه که به کاهش فشار و قطر جریان ادرار حذف شه. ترمینال دریبلینگ یا قطر قطر آمدن ادرار هم در جمله اعراض انسداد خروجی مثانه هست که در انتهای ادرار کردن مریض بعد از قطر قطر ادرار از میه و لباس از تر میکنه و همچنین ارجنسی که پیشتر گفتیم هم از جمله فوریت ارجنسی یا فوریت ادراری از جمله انسداد اعراض انسداد خروجی مثانه هست. همچنین در احتباس حاد ببخشین احتباس حاد ادرار هم یکی از جمله اعراض خروجی مثانه است که به نام اکوت یورین ریتنشن هم یاد میشه. عدم توانایی در ادرار کردن به صورت ناگهانی، مریض اگر احساس میکنه ادرار داره میره دستشویی ولی نمیتونه ادرار میکنه، باز که همراه با درد نهیه فوق آنه هست، یه علامه به نام گلوب میزیکل میشه. وقتی یک کتله در اعتباس ادرار شما در نهیه فوق آنه یا تحت ساله میبینین به این میگن گلوب میزیکل که در یورین ریتنشن یا اعتباس حاد ادرار ایجاد میشه. درد نهیه فوقانه ایجاد میشه، همچنین ارجنسی یا فوریت ادراری هم نزد مریض ها ایجاد میشه و همچنین دربلینگ و قطره قطره آمدن ادرار هم در اکوت یورین ریتنشن نزد مریض دیده شده. دیگر از اعتباس مزمن ادرار یا کرونیک یورین ریتنشن است که بیشتر اعتباس مزمن با دربلینگ دوامدار همراه است. صدات های مزمن همیشه مریض ها دربلینگ دارن یا قطره قطره آمدن ادرار و ترنمودن خود لباس مریض.
قطع ناگهانی جریان ادرار هم یک از جمله اعراض است. بیشتر در چی واقعیت دیده میشه؟ بیشتر در واقعیت سنگ مثانی دیده شده. یک سنگ مثانه است، مریض میره دستشویی ادرار میکنه، ناگهانی سنگ میره مجرای ادریل بند میکنه، و یا سنگ هایی که داخل خود مجرای اهلیل میشن، سنگ های کوچکتر در مجرای اهلیل بند میکنن، باعث قطع ناگهانی جریان ادرار میشن، سبب سوزش و درد در مریض. احساس باقی ماندن ادرار در مثانه، رزیدوال یورین که پیشتر هم گفتم برای شما، بی پی اچ و سیستیت میتونه باعث رزیدوال یورین نزد مریض ها بشه، و همچنین عرض دیگه بی اختیاری ادرار یا انکانتیننس هست. انکانتیننس معمولا به چهار شکله: بی اختیاری حقیقی، بی اختیاری ناشی از استرس، بی اختیاری ناشی از فوریت که به نام ارجنتی هم یاد میشه، و همچنین پارادوکسیکال انکانتیننس یا انکانتیننس معکوس. چهار نوع انکانتیننس وجود داره. چی تفاوت های از هم داره؟ بی اختیاری حقیقی یا انکانتیننس حقیقی بدون آگاهی قبلی هست. مریض هیچ اطلاعی نداره، عراض مخبره نداره، و ادرار از به صورت دوامدار از مثانه خارج میشه که یکی از در اکستروفی های مثانه میشه. این یک تصویر اکستروفی هست. اکستروفی مثانه چی هست؟ اکستروفی مثانه یک نقص ولادی هست که به علت عدم تشکل جدار قدمی بطن در تحت سره یا فوق آنه میتونه که مثانه به صورت اوپن بوک باز باشه، و این میگن اکستروفی مثانه. همچنین در ای پی اسپادیازیس هم نزد مریض ها بی اختیاری حقیقی موجود میباشه. این مریض ها هم بدون عرض مخبر ادرار از اونها میشه از مثانه خارج میشه. ببینین این مجرای اهلیل هست. در نزد مریض هایی که ای پی اسپادیاز موجود هست، این مجرا در وجه زهری قضیب در هر نهیه تا نهیه فوق آنه میتونه که موجود باشه، و به این میگن ای پی اسپادیازیس. دیگه ویزیکو واجینال فیستولا هم بی اختیاری حقیقی ایجاد میکنه، یا فیستول های موجود بین واژن و مثانه در نزد خانم ها یک سدن کسبی هست، و این فیستولا هم میتونه بی اختیاری حقیقی ایجاد کنه. سوراخ نواجای حالب یا اکتاپیک یوریتر، شما میفهمید یوریتر یا حالب در زاویه تریگون هر طرف میایه وصل میشه، اگر خارج از این موقعیت در بالا یا پایین حتی تا اهلیل میتونه اینا به صورت اکتاپیک قرص بشه، و از ناهنجاری ها یا سوی شکل های ولادی هست. بیشتر اکتاپیک یوریتری که به اهلیل میایه وصل میشه باعث انکانتیننس حقیقی میشه. تروما ها شامل پروستاتیکتومی و ولادت ها در نزد خانم ها هست. پروستاتیکتومی هم یک نوع تروما هست، باعث تخریب خود عضلات دیتر سوری که در نهیه انتهای مثانه زخیم شدن و یک مؤثر تقلید میکنن. زمانی که عضلات در پروستاتیکتومی ها تخریب میشه میتونه انکانتیننس حقیقی ایجاد کنه. ولادت ها هم در نزد خانم های مولتیپر میتونه انکانتیننس حقیقی ایجاد کنه. همچنین امراض نیوروجینیک مثل نیوروجینیک بلادر میتونه نزد مریض ها چیکار کنه؟ انکانتیننس حقیقی ایجاد بکنه. استرس انکانتیننس عبارت از ضعف میکانیزم اسفنکتری که در اسفنکتر خروجی مثانه هست، که با سرفه کردن و خندیدن شدید یا بلند به صورت ناگهانی نزد مریض ها ایجاد میشه و باعث انکانتیننس میشه. چی کسایی میتونن انکانتیننس استرسی داشته باشن؟ خانم های مولتیپر یا خانم هایی که چندین طفل آورده باشن، مثانه نیوروپاتیک. تفاوتی که استرس انکانتیننس با انکانتیننس حقیقی داره اینه که بی اختیاری ادرار در هنگام خواب وجود نداره پیش از مریض. ارج انکانتیننس یا انکانتیننس ناشی از فوریت در دفع بی اختیاری ادرار در سیستیت خانم ها گفته شده، و همچنین در لژن های نیورون های حرکی فوقانی دیده شده. دیگه پارادوکسیکال انکانتیننس هست که در احتباس مزمن ادرار در مثانه دیده شده. همچنین مثانه که شل باشه یا مثانه هایی که تونوسیتی خور از دست داده باشه میتونه پارادوکسیکال انکانتیننس به وجود بیاره. معمولا در وضعی مریضا فشار داخل مثانه با فشار داخل اهلیل تقریبا یکسانه و همیشه دریبلینگ داره.
دو عرض دیگه که به نام در سیستم بایولی همیشه با مواجه میشین، یکی اولیگیوریا و دیگه انیوریا هست. اولیگیوریا معمولا به مقدار ادرار در 2400 گفته میشه که کمتر از 400 سی سی باشه، و همچنین انیوریا در طرح ادرار در 24 ساعت گفته میشه که کمتر از 50 سی سی باشه. این دو اصطلاح همیشه در سیستم بایولی کاربرد داره و معمولا در اکوت رینال فیلر و کرونیک رینال فیلر در نزد مریض ها دیده میشه. همچنین در عدم تعادل مایات و الکترولیت ها و انسداد دو طرفه حالب میتونه که همزمان سنگ ریزه ها از گرده ها جدا بشود، سبب انسداد دو طرفه حالب بشه و نزد مریض انیوری یا اولیگیوری ایجاد بشه. پنوماتوریا یا موجودیت گاز در ادرار یا دفع گاز یا هوا در ادرار هست، معمولا در ویزیکو انتستینال فیستولا در نزد مردها و یا زنها میتونه ایجاد بشه که فیستولی بین مثانه و امعا ایجاد میشه، که این فیستولا میتونه بین امعا و مثانه و یا امعا یا اهلیل ایجاد بشه و در زمان دفع ادرار گاز هم با ادرار تخلیه بشه. فیستول های مثانه معمولا کسبی هستند در کارسینما های سیگموئید، در دایورتیکولیت ها یا التهابات دایورتیکول امعا، در انتریت یا التهابات خودروده و همچنین در تراوما ها میتونن ایجاد بشن، و فیستول های اهلیل با امعا به صورت ولادی هستند. دیگه اصطلاحاً توربیدیوریا یا کدورت ادرار نزد مریض ها گاهی شکایت میکنن که ناشی از قلوی بودن ادرار و رسوب فسفات در ادرار میباشه. همچنین در انتانات هم میتونه توربیدیوریا نزد مریض ها ایجاد بشه. شیلیوریا موجودیت لنف در داره، معمولا ادراره که طرح میشه و مریض شکایت میکنه، میگه ادرارش رنگ شیره داره یا سفید رنگ هست، معمولا از باعث فیستول های لنفوی ادراری در انسداد لنفاتیک کلیوی ایجاد میشه. انسداد لنفاتیک کلیوی باعث میشه که لنف کلیه داخل سینوس ها باز بشه و سبب شیلیوریا نزد مریض بشه. اسباب از این معمولا فیلاریازیس هست یا الیفانتیازیس. این تصویری از فیلاریازیس که نزد مریض ها به نام پای فیل هم یاد میشه، نشی از گزش یک نوع حشره به نام یک نوع پشه هست که این پرازیت در خود انتقال میده و سبب فیلاریازیس نزد مریض ها میشه. ای میتونه انسداد لنفوی ایجاد بکنه و باعث شیلیوریا نزد مریض بشه. همچنین توبرکولوز، تروما و تومورها هم میتونه که باعث شیلیوریا نزد مریض بشه. دیگه هیماتوریا هست، موجودیت خون در ادرار. هیماتوری بر اساس اعراض، دو نوع هیماتوری هست، هیماتوری و بر اساس اعراض هست. معمولا هیماتوری هایی که توان با کولیک کلیوی هست ناشی از سنگ های ادراری یا سنگ های بولی می باشند که سنگ وقتی تشکل میکنه در سیستم بولی باعث تخریش در خود سینوس های سیستم ادراری کلیوی میشه، یا در حالب ها اگر عبور بکنه باعث تخریش مخاط حاله میشه، سبب هیماتوری ها نزد مریض به صورت میکروسکوپیک یا ماکروسکوپیک میشه. همچنین ورید های متوسط به علت بی پی ایچ، بی پی ایچ وقتی ایجاد میشه ورید های یا سینوزوید های خود پروستات بزرگ میشن و سبب دفع خون از سینوس های وریدی پروستات میشه، سبب هیماتوری نزد مریض میشه. سایلنت هیماتوری ها در کدام حالت ها دیده میشه؟ در تومورها، مریض دیگه اعراض نداره ولی هیماتوری داره، سنگ شاخ گوزنی یا استاگ هارن، سنگ های استاگ هارن که در سلاید پیشتر نگفتم شما، این یک سنگ استاگ هارن است یا سنگ شاخ گوزنی که بیشتر در سینوس های کلیوی حتی تا طرف حالب هم تشکل میکنن. کلیه های پولیکیستیک هم میتونن که سایلنت هیماتوری ایجاد بکنن، یک کلیه پولیکیستیک یا چندین کیستی هست و این یک کلیه ساده. همچنین در بی پی ایچ هم گاهی اوقات سایلنت هیماتوری نزد مریض ها دیده میشه، در سکل سل انیمیا هم، در هایدرونفروز های مزمن هم میتونه سایلنت هیماتوری نزد مریض ها موجود باشه، و همچنین در گلومرولونفریت های هات. هیماتوری بر اساس زمان، یکی اینیشیال هیماتوری هست یا هیماتوری ابتدایی که بیشتر در کدام مریض ها دیده میشه؟ در مریض هایی که یوریتریت هاد یا التهاب مجرای ادرار یا
التهاب اهلیل به صورت حاد دارن، هماتوری ابتدایی نمیشن، چنین در تزریق میاتوس یا تنگی خود مجرای خارجی ادرار در پسران هم میتونه اینیشیال هماتوری موجود باشه. دیگه ترمینال هماتوری یا هماتوری های انتهایی ادرار هست که در تزریقات اهلیل خلفی در آفات عنق مثانه و همچنین آفات تریگون نزد مریض ها دیده میشه، و توتال هماتوری یا هماتوری که از ابتدا تا انتهای ادرار نزد مریض موجود است بیشتر در زاویات بالاتر از مثانه، یعنی سنگ های حالب، سنگ های مثانه و همچنین تومورها در این دو ناحیه و همچنین توبرکولوز کلیوی و یا همچنین نفریت ها یا التهابات کلیه هم میتونه توتال هماتوری نزد مریض ها ایجاد کنه. سایر اعراضی که میتونه در سیستم بولی موجود باشه یکی افرازات اهلیل است، بیشتر در انتانات گونوکوکال دیده شده افرازات اهلیل، همچنین در انتانات مثل کلامایدیا تراخوماتیس که توأم با خارش و سوزش هست. دیگه اعراض میتونه کتله های قابل جس یا قابل مشاهده در سیستم بولی باشه، مثلا در اولوی بطن وقتی شما بطن جس میکنین بای منوال یک تومور کلیه میتونه به دست بخوره، همچنین هایدرونفروز های شدید یا سیویر میتونه قابل جلس یا پلپیبل باشه، و کلیه های پولیکیستیک که بیشتر به شما گفتم که این کلیه ها هم میتونه بزرگ بشه و کتله قابل جلس یا لمسر در معاینه فیزیکی به دست بده. دخامه یا قدرت لنفوی در عنق میتونه از اثر متاستاز تومور های پروستات یا خوشیا باشه، و همچنین کتلات کشاله ران میتونه از باعث تومور پنیس یا لنفادینیت سفلیسی نزد مریض ها ایجاد بشه، و یک دیگه کتلاتی هم هست که بدون درد در صفن هستن، یکی به نام هایدروسیل است، تجمع مایع در تونیکا واژینالیس و تونیکا ویسرالیس تستس بین از این دو وریقه مایع جمع میشه، واریکوسیل یا تجمع خون در وریدهای واریسی در وریدهای خود خوشیوی ایجاد میشه، اسپرماتوسیل تجمع کلکشن های کوچکی از مواد اسپرماتیک در طول بربخ یا در اطراف خوشیه میتونه ایجاد بشه، اپیدیدیمیت مزمن میتونه کتله بدون درد در صفن داشته باشه، فدق هم کتلات بدون درد هست تا زمانی که انسداد نسازه، و تومور خوشیه هم اکثرا باعث درد است. تصویری که در اینجا میبینین ای به نام ترانس ایلومینیشن تست ایجاد میشه، بیشتر در هایدروسیل و سفی هست، زمانی که شما در کتله خود داخل صفن از طریق یک چراغ دستی نور به تابانین در محیط تاریک، این نور وقتی انعکاس پیدا کرد و تمام یک طرف خوشیر گرفت به این میگن موجودیت مایع در داخل اسکلتوم که به نام هایدروسیل یاد میشه، موجودیت خون، موجودیت آزیما، موجودیت کتلات، اینها این نور رو عبور نمیدن و این مخصوص برای هایدروسیل هست که به نام ترانس ایلومینیشن تست یاد میشه. دیگر از اوزیما یا اودیما هست، اوزیمای اطراف سفلی معمولا در اثر تحت فشار قرار گرفتن وریدها به علت تومورهای حوصلی و همچنین حاملگی میتونه اوزیمای اطراف سفلی نزد مریضها ایجاد بشه. دیگه اوزیمای ناحیه تناسلی که در حالتهای مثل فیلاریازیس یا الفانتیازیس که پیشتر گفتم میتونه موجود باشه، در هبن یا از سایت یا تجمع مایع در داخل جوف پریتوان میتونه که اوزیمای ناحیه تناسلی ایجاد بشه، همچنین انسداد لنفوی ناشی از رادیوتراپی در نزد مریض هایی که تومورهای خوشیه دارن میتونه انسداد لنفوی ایجاد بشه و تجمع مایع اوزیما در ناحیه تناسلی ایجاد بشه. دیگر از هماتو اسپرمیا یا موجودیت خون در اسپرم است که بیشتر در انتانات هوای سلات منوی یا پروستات میتونه موجود باشه. دیگر از نزد مردها به نام جینیکومستیا در سیستم بولی بسیار مهمه، در جینیکومستیا بزرگی پستان هست در نزد بعضی مردها یا نوجوانها دیده میشه و بیشتر نزد کسایی که استروژن دریافت میکنن در امراض سرطانی و همچنین کوریوکارسینوما ها میتونه باعث جینیکومستیا بشه، همچنین سندروم کلاین فیلتر هست که معمولا در این سندروم طفل ها بیزه های کوچک دارن و پستان های بزرگ، علائم تلی تنفسی مثل موی های ریش بروت و ناحیه تناسلی پیش از اینا کمتر هست و معمولا این طفل ها یا این نوجوان ها با ازو اسپرمیا یا اولیگو اسپرمیا هم معروض هستند که این مجموعی ای اعراض به نام سندروم کلاین فیلتر یاد میشه، پیش از اینا جینیکومستیا بسیار متولد.
ای بود موضوع درس امروزی. تشکر از توجه شما.